سلام آقا، موشکاف مشغول رتق و فتق امور بود که اهالی محل پیغام فرستادن که موشکاف بیا که تو نظام دعوا شده. بنده موشکاف عرض کردم سر چی؟ بیو که آقا فرمود سر بهشت و جهنم. اینجا بود که گوشی دست موشکاف اومد و یاد فکس زدنای چند روز پیش علی گدا افتاد. گاهی شنیده می شود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دینی و اینها می شود میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله بله همینه. حاکم اسلامی فرقش با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برسن. در حالی که عظمت سر بی عمامه رو فرو کرده بود تو خورجین ولایت و دنبال کلید بهشت میگشت، ناگهان شیخ فری با اشاره چشم ولی نعمتش اکبر کوسه به صحنه اومد و ویژ پیچید جلوی عظما و گفت بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. جان موشکاف ولی فقی از این دوزاری تر دیده بودید؟ هنوز دو روز از حرفش نگذشته رئیس جمهور خودش میاد سکه پولش میکنه. اینجاست که دیگه ولی فقی ترس شکسته زهر خورده هیچی ندار مجبور میشه خرچنگ نظام رو بفرسته وسط تا یک گاز اساسی از شیخ فری بگیره. صبر حزب الله مدت دارد، نمیخواهیم کسی را به بهشت بفرستیم، ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید. بابا هنوز یه سال نشده رئیس جمهور منتخب تنظیم شده توسط ولایت تبدیل شد به جاده صاف کن جهنم. خامنه ای بعد از این قیچیکاری خرچنگش یه بار دیگه خودش به صحنه اومد تا نشون بده از بهشت زندگی کوتاه نمیاد که نمیاد. این بار رفت تو مایه حجاب و تبرج و از این جور ادا و اطوارا. یکی از نشانه‌های جاهلیت و اولاد تبرج زنانه است. امروز تمدن غربی یکی از عمده‌ترین مظاهرش همین تبرج است. این همون جاهلیته، منتها جاهلیتی که خود رو توانسته است با سلاح تبلیغات مدرن مجهز بکند. از اون طرف کوسه و شیخ فری هم ساکت نشستن و جواب خامنه و خرچنگشو تو برق‌پاره های باندشون اینجوری دادن: کدام بهشت؟ کدام جهنم؟ حتی سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز در واکنش به سخنان روحانی خود بر این امر تأکید کرد که نمی‌خواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم. در واقع در واکنش‌ها به این سخنان روحانی چیزی که بیان می‌شود ناظر به روابط دختران و پسران جوان، حجاب دختران و زنان، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و غیره است. جالب این که به نظر نمی رسد این قبیل امور خصلت تعیین کنندگی در ورود افراد به بهشت یا جهنم داشته باشد. حجاب و موسیقی حرفا ربطی به بهشت و جهنم نداره. آقا دیگه وقتش رسیده که امام گور به گور شده تون از وسط جهنم وصیت‌نامه کوپتیشو بده دست نایب بلقش و به سگ و سیله‌های دلواپس و جام زهریش بگه: باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است.
و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود. بله، و اما میرسیم به نتیجه گیری موشکافی داستان. آقا کدوم جهنم؟ کدوم بهش؟ آخون در اون لقمه رو چه به این حرفا؟ بابا دعوا سر بهشت و جهنم نیست، دعوا سر لحاف ملاست. کوسه و شیفری میگن شل بگیریم که مبادا بترکه، اونوری ها میگن صف بگیریم که وانره. جفتشون هم کشت میتابن، چه شل بگیرید چه صف بگیرید، در هر حال ملت درهای جهنم رو به روتون وا میکنن. حالا ببین موشکاف کی گفت. Oh.